هیئت کمیسیا با سروری سروزیر قاهر رسولزاده از خانه ساکنان کلاب و منطقه که از آفت طبیعی روز 11 می ضرر دیده بودند دیدن کرد. سروزیر را رئیس کمیته حالتهای فوق‌العاده، وزیر کارهای داخلی، وزیر نقلیات و رئیس ولایت ختلان همراهی میکرد. قاهر رسولزاده با ساکنان آفت زده گفت که با آنها دو روز لازم است تا کار را برای برطرف کردن عاقبت های آفت طبیعی شروع کنند. دو روز ما وقت داریم برای که کمتر خوش شود. این خوش نشود، این تاریخ کتی رای کنه خوش کشو. همه اینه ما میبیاریم بچه های یاردان میتیاد. اینجا که وزارت کارهای داخلی وزیر هستن، پولتی فوق‌العاده رهبر هستن. این زن با سروزیر از دهشت سیل قصه میکند. قاهر رسولزاده ساکنان آفت زده را دلبرداری کرد. خدا وای که بر روزونه شده است. شب با شب از وای با ترسش بسیار وایما بسیار آب که چرای شد آب بسیار چیزی بود. برانگری های شدید روز 11 می در کلاب باعث به آب خیزی و آمدن سیل شد. کمیته حالت های فوق العاده گفت که سیل به ده ها محله های شهر کلاب آسیب رساند. قاهر رسولزاده وقتی با مردم صحبت میکرد انتقاد کرد که با وجود سیلگری ها و ویران شدن خانه های بعضی ساکنان آنها باز دوباره آمده در نزد سای و رودخانه ها غیر قانونی خانه بنیاد میکنند. سای پر شدگی بعد خب مردم هم بعضی نزد سای برفته خانه میسازد بعد غیر قانونی در آمد در سای هم خیزد. حالا یک کمیسیای جمهوریوی در کلاب تشکیل شده ضرری از آفت طبیعی به میان آمده را حساب کتاب دارند. تا حال از سوی این کمیسیا گفته نشده است که چی قدر خانه در کلاب و منطقه ضرر دیدند. نماینده کمیته حالت های فوق العاده روز 12 می در اعلامیه گفت فلاکت طبیعی اساسا به منطقه های ختلان و ناحیه های تابعی مرکز جمهوری آسیب رساند. بعضی از ساکنان مقامات را برای آماده نبودن و چنین وضع تنقید کردند. کمیته حالت های فوق العاده گفت که آفت طبیعی روزهای اخیر در گوشه های کشور باعث به مرگ 9 کس شده کمش به 15 ناحیه ضرر رسانده است. سروزیر هم با ساکنان گفت خانه های تخریب شده دوباره برقرار و به جای خانه هایی که سخت آسیب دیده است منزل های نو بنیاد کرده می دهند. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی، کلاب.